در پی شدت گرفتن نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت فرا، بسیاری از باشندگان این ولایت در مسیر راه فرا هرات گیر ماندند. رانندگان این مسیر میگویند از بامداد امروز تا کنون موترهای مسافربری از فرا به هرات نیامده است. از سوی هم شماری از باشندگان فرا که در هرات ماندند نسبت به وضعیت امنیتی این ولایت به شدت ابراز نگرانی کرده و تاکید دارند از سرنوشت خانواده هایشان در فرا بی خبر هستند. حسین خا گزارش میدهد. رانندگانی که نگران وضعیت امنیتی فرا و شدت گرفتن نبرد در این ولایت هستند میگویند از بامداد امروز تا کنون موترهای مسافربری از ولایت فرا راهی هرات نشده و آنها نیز به خاطر ناامنی و حضور طالبان نتوانستند به فرا بروند. لشیا افتاده پستوار بو سوختنم برادر دیگه وضعیت وخیمه. بله داخل خود شهر نزدیک خیلی وضعیت ناگواره. جنازه روی سرک افتیده، موترها دولتی آتش گرفتن. خونه ما همون جه زن بچه ما اینال بی سرپر است، ما اینجی نمیتونه بره. از بامداد امروز تا کنون تنها شمار اندکی از مسافران موفق شدند با گذشتن از مسیر فرا هرات خود را از فرا به هرات برسانند. این افراد ادعا دارند طالبان پاسگاه‌های امنیتی را در مسیر راه تصرف کردند. 40 موتر، 35 موتر، 40 موتر از این بر رفت آمد فرا می‌کرد. امروز هم جنگ دیگه وضع شهر خراب و کسی نرفت. امروز هیچ مردم جرئت نمی‌کنه بره. یک شورای که امنیت گرفته نمی‌تونم استعفا کنم. استعفا کنم برم که مردم بی‌غم شه. در این میان مسافرانی نیز هستند که خانواده هایشان در فرا ماندند اما خودشان نمی توانند خود را از هرات به فرا برسانند. این شمار از باشندگان فرا نسبت به وضعیت امنیتی این ولایت سخت نگران هستند و میگویند از خانواده هایشان در فرا بی خبر هستند. وضعیت را هم خرابه، کس جرات نمیکنه بره. میگه امیال به زنجیر فرا به امنیت ملی جنگ روانه، امنیت ملی به دست طالبای امال. یو مترم نزی وای جنگ دی د سار نه زدلته ما ولاړم وسې او مټر هم نزي د سار نه پریشان یا خادي خو ګرځم ابزا خراب ده وای. این در حالی است که صدها تن از طالبان مسلح از نیمه های شب گذشته از سه جهت به شهر فرا حمله کرده و حتی خود را تا مرکز این شهر رساندند. اما گزارش ها می رساند که نیروهای ویژه ارتش از هرات و کندهار برای سرکوب طالبان راهی فرا شدند.